قسمت شراب و نان بسم الله الرحمن الرحیم برادران ایمانی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته باستان شناسان در اکتشافات خود در مصر باستان به بقایای نانوایی ها در کنار تولیدی های شرابسازی باستانی دست یافتند بیاییم در مورد این اکتشافات و اشاره قرآن به نان و شراب بیاندیشیم. به تازگی باستانشناسان در منطقه اسوان جنوب قاهره مجموعه ای از تولیدی های کارخانه ها کشف کردند و متوجه شدند که فرعون ها محلی در کنار نانوایی ها تولیدی های شراب ساختند و این اتفاق عجیبی است یعنی نان و شراب کنار هم قرار داده شدند. بنابراین روش فرعونها در سازندگی این بوده است که شرابگیره ها و نانوایی ها را در کنار هم می ساختند. پس در آن زمان نان و شراب با همدیگه یاد می شدند و در سوره یوسف به این مطلب اشاره جالبی شده است الله در سوره یوسف علیه السلام آیه 36 میفرماید و دو جوان همراه او وارد زندان شدند یکی از آن دو گفت من خواب دیدم که انگور برای شراب می فشرم و دیگری گفت من خواب دیدم که نان بر سر هم می کنم. پرندگان از آن میخورند ما را از تعبیر آن آگاه کن بی گمان ما تو را از نیکوکاران می بینیم سبحان الله ببینید شراب و نان در یک آیه از زبان دو نفری بیان شده که هر کدام از آنها خوابی دیده است خواب نفر اولی در مورد شراب است و خواب نفر دومی در مورد نان است سبحان الله یعنی چگونه این دو مورد شراب و نان در یک آیه آمده است آن هم در زمانی که فرعون ها به تولید نان و شراب در کنار هم مشهور بودند دوستان این اشاره برای این است که گواهی دهد این قرآن همان کلام الله است کاملا با اکتشافات علمی و باستانی مطابقت دارد و این گواهی بر آن است که قرآن تحریف نشده است همانطور که الله می‌فرماید همان ما قرآن را نازل کردیم و قطعا ما نگهبانان آن هستیم